مقامات زندان های تاجیکستان در پی نظارت از اجرای قانون و ترتیب و انتظام در مؤسسه های اصلاحی کشور را شدیدتر کردند. در این خصوص برخی از نزدیکان محکوم شدگان به رادیوی آزادی اطلاع دادند. گلچهره یک ساکن پایتخت معمولا خودش به عیادت خواهرزاده‌اش در زندان رقم یک پایتخت می رفت. زیرا آیله خواهرزاده زندانیش در ناحیه دوردست زندگی می کنند و نه همیشه امکانی دیدار با او را دارند. اما باری آخر مسئولین زندان دو هفته پیش درخواست او را برای ملاقات با برادرزادهش رد کرده گفتند. باید همکنون تنها پدر یا مادر و یا همسر و فرزندان محبوس بیایند. او گفت پیش می رفتیم، شناسنامه را می دیدند، ناممان را می نوشتند و می در آمدیم، واخوری می کردیم. حاضر دوباره می رویم می گویند. برای اما خاله پسری اما در آمدن ممکن نیست. من میگویم آخر ما می آمدیم می در آمدیم. میگویند حالا شرایط ها دیگر شده است. میگوید زن. به گفته خانم گلچهره در برابر او به نزدیکی محکوم شده دیگر هم که میخواست با برادر خود دیدار بینی کند اجازه ملاقات داده نشد. الهام محمودوف معاون سردار سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه روزی 3 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت طلبات قانون دیگر نشده است. قبلا هم طبق قاعده تنها به آنها اجازه داده می شد که اسمشان در پرونده محکوم شده آورده شده است. قید نمود محمودوف در هم صحبت با خبرنگار. ولی چی طوری که با خبرنگاری خبرها با شرط نهانی سابق محکوم شده یکی از زندانهای تاجیکستان اطلاع داد، پیشتر برای ملاقات با محکوم شدگان نه تنها برادر، تقا، امک، خاله و امه حقوق داشتند، بلکه دوستان نزدیک نیز که نسبشان در پرونده شخصی محکوم شده درآورده می شد حقوق داشتند به ملاقات وارد شوند. مشاهدان قید میکنند که ترتیبات نوی وارد شوی به ملاقات با محکوم شدگان تنها کوروپسیه را در مقامات زندان ها افزایش می دهد که بدون آن نیز یکی از فساد زده ترین خدمات دولتی به شمار می رود.